من مهشید ندیری هستم، همراه شما در برنامه روی خط امشب. موضوع برنامه امشب آلودگی هوا در تهران و شهرهای بزرگ ایرانه. مسئله‌ای که تازگی نداره اما اخیراً گسترده‌تر شده و روز به روز هم تعداد روزهای هوای ناسالم بیشتر میشه، هم نوع آلودگی هوا خطرناک‌تر. بحران آلودگی هوا نه تنها در تهران و شهرهای بزرگ ایران، که استانهای آذربایجان شرقی، ایلام و کردستان رو هم فرا گرفته، به طوری که به گفته جانشین مدیر کل حفاظت از محیط زیست آذربایجان شرقی، آلودگی هوای تبریز 4 برابر حد طبیعی بوده و وارد وضعیت بحرانی شده. آلودگی هوای ناشی از ورود گرد و غبار از کشورهای همسایه غربی ایران در شهرهای سردشت، ایلام، شهر مرزی مهران، سنندج و قروه نیز بسیار بالاست. با وجودی که بیش از 6 سال از حاد شدن مشکل وجود گرد و غبار در هوای شهرهای غربی ایران میگذره، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تنها در خرداد ماه از اختصاص 1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای حفظ و نگهداری تالاب‌ها و رفع گرد و غبار در کشور خبر داده. مدیر کل دفتر بررسی آلودگی هوای سازمان محیط زیست اما پیشتر گفته بود در این سالها هیچ بودجه خاصی برای این مشکل وجود نداشته. برای کنترل آلودگی هوا چه باید کرد؟ دولت‌ها چه مسئولیتی در قبال رسیدگی به معضل آلودگی هوا دارند؟ نقش مردم و نهادهای مردمی در این میان چیه؟ اینها پرسش‌هایی که امشب با شما و کارشناس برنامه درباره‌اش صحبت خواهیم کرد. از طریق وبلاگ، فیسبوک و ایمیل برنامه میتونید با ما در تماس باشید. همینطور مثل هر شب میتونید روی خط تلفن بیاین و تلفنی در بحث ما شرکت کنید. اگر می خواهید روی خط باشید با شماره تلفن 202 692 4376 تماس بگیرید. روی خط @voanews.com و روی خط @blogspot.com دو راه دیگر تماس با برنامه ماست. ماندانا تدین اینجاست با دیدگاه های شما در فیسبوک و وبلاگ روی خط درباره موضوع برنامه امشب. ماندانا سلام مهشید. خب میخواستم اول از همه با یک ایمیل شروع کنم از بیننده به نام سوشیانس از تهران، که ایشون به عوامل ایجاد آلودگی در تهران نگاهی داشتن و نوشتن که در شهر تهران به دلیل عدم وجود برنامه‌ریزی دقیق در حمل و نقل عمومی، مردم از وسیله های نقلیه شخصی برای تردد استفاده میکنن و این عامل بزرگی در آلودگی هواست. در ضمن وقتی برای آخرین تکنولوژی روز یعنی اینترنت پرسرعت سرمایه‌گذاری نشده، مردم برای انجام کارهای اداری مجبورن در شهر تردد کنن و این تا حدود زیادی در آلودگی هوا مؤثر هست. و اما در رابطه با این مسئله که بیشترین مسئولیت در مورد آلودگی هوا بر عهده کیست، در فیسبوک این سوال رو مطرح کردیم و در نظرسنجی که داشتیم تقریبا 30 نفر تا حالا جواب دادن. این چند دقیقه پیش گذاشتم، 30 نفر تقریبا گفتن که دولت در واقع بیشترین مسئولیت رو بر عهده داره و 15 نفر گفتن که همه این مسئولیت رو بر عهده دارن و هیچ کس، فقط شهروند یا فقط سازمان‌های غیر دولتی یا NGO ها رو انتخاب نکرده. از کسانی که گفتن که در واقع حکومت از همه مسئولیت بیشتری داره، یکی از این افراد آیدین بود. آیدین نوشته که حکومت بیشتری مسئولیت رو بر عهده داره اما کمترین اهمیت رو میده و در ادامه نوشته که البته بدون شک ملت هم نقش داره، اما تا زمانی که حکومت نقشی رو بر عهده نگیره چطور امکان داره مردم به وظیفه و نقششون آگاه باشن. و مهدی هم نوشته که تمامی کسانی که در این سال‌ها
در پست‌های غیر تخصصی مسئولیتی بر عهده گرفتند و تمامی مسئولانی که بدون در نظر گرفتن تخصص افراد و تنها با توجه به دیدگاه‌های شخصی آنها ایشان را بر مسند مسئولیت قرار دادند مسئول هستند. شاید بتوان گفت قوانین محکمی برای انتخاب این افراد هیچگاه وجود نداشته، ولی نیاز به وجود این قوانین سال‌هاست که در این کشور حس میشه. و البته خیلی هم نوشتن که بیشترین مسئولیت بر عهده تنها مردم یا دولت یا سازمان خاصی نیست، بلکه بر عهده همه است. از جمله بیننده‌ای به نام عین الله نوشته که همه سهم دارن، اما در ادامه گفته که کارخونه هایی که اتومبیل های غیر استاندارد تولید میکنن هم خیلی سهیم هستن، که البته در جواب بازی بیننده نوشته که این سازمان هم تحت نظر دولت هستن، پس در واقع هم خود دولت از همه بیشتر مسئول است. اینها نظری هست که تا حالا دریافت کردیم. حتما به فیسبوک ما برید، نظرتون رو برای ما بذارید. در ادامه برنامه ماندارا برمیگرده و نظرها رو برای شما خواهد خوند. اما دکتر حمید عرب‌زاده، کارشناس محیط زیست، امشب از آتلانتا به عنوان کارشناس برنامه همراه ما هستند. آقای عرب‌زاده استاد بهداشت عمومی و محقق امور محیط زیست دانشگاه ایالتی کالیفرنیا هستند. ایشون همچنین مشاور امور محیط زیست در شرکت‌های نفتی هم هستند. آقای عرب‌زاده خوش آمدید به برنامه روی خط. با درود به شما خانم ندیری، همکاران و بینندگان محترمتون. خواهش میکنم آقای عرب‌زاده، ما پیش از اینکه تلفن‌ها رو پاسخ بدیم از شهرهای مختلف با ما تماس گرفتن دوستان، روی خط خواهش میکنم بمونیم که اول از آقای عرب‌زاده بپرسیم که آقای عرب‌زاده، دولت‌ها چه مسئولیتی در قبال رسیدگی به مسئله آلودگی هوا دارن؟ یا به عبارت دیگه، حق نفس کشیدن، حق بهره‌مندی از هوای پاک رو چه کسی باید تأمین و تضمین بکنه؟ بله، واقعا در اساسی ترین مورد و صورت شما فرمودید، یعنی حق برخورداری از هوای پاکیزه و آب پاکیزه رو چه کسی جز دولت ها میتونه برای مردم تضمین کنه، و بخصوص دولت هایی که تمام اقتصاد رو در دست دارن به طور حتی 100%، که ایران متاسفانه در اون مورد هست. در کشورهایی که دموکراسی وجود داره، دولت ها با اینکه به اصطلاح سهم بسیار زیادی در این مورد ها دارند، ولی کن کاری که می کنند سیاست گذاری می کنند و می توانند تشویق کنند یا تنبیه کنند، و ولی خب صنایع خصوصی و دیگر نهادها هستند که کار رو باید پیش ببرند. اما در جایی مثل ایران که اقتصاد واقعا می شود گفت به طور کامل در دست دولت هست، یعنی به طور 100% این مسئولیت با دولت و مسئول و حکومت هست، و اصلا به نظر من دیگه این موضوعی هست که واقعا بسیار روشنه. بله آقای عرب‌زاده ممنونم، برمیگردیم با شما ادامه خواهیم داد صحبت رو. اما یکی از بینندگان ما روی خط هست، قدرت الله از اهواز. من به شما سلام میکنم، نظر شما چیه؟ شما فکر میکنید مسئولیت با کیه؟ قدرت الله صدای منو شما میشنوید؟ آقای از نواکین مسئولیت موزل واقعا با دولته. بله. خب حالا شما مشکلات بله بفهم واقعا موزلیه که گریبانگیر کل ملت شده. خب الان حدود 8 سالیه که گرد و غبار به صورت در هفته 4 روز ما داریم. چه مشکلاتی برای شما ایجاد میکنه این آلودگی گرد و غبار در شهری مثل همه؟ مقصر اصلیش هم دولته. بله، فکر میکنید چه مسائلی برای شما ایجاد کرده این آلودگی گرد و غباری که در شهر اهواز وجود داره؟ چقدر رو زندگیتون تاثیر گذاشته؟ تنها راهش اینه که اینا باید کشورهای همسایه یه همکاری داشته باشن با ایران. همینطوری که خدمت نرد کردن و آقای دکتر هم فرمودن، این مقصر خود دولت. و چند وقت پیش هم یه تعدادی هیئتی از عراق اومدن تو ایران که قرار بود منطقه‌ای مثل عراق و نمیدونم عربستان اینا رو موادی به اسم مالچ یا ملاس بپاشن، ولی متاسفانه کسی زیر بار نمیده. همینطوری که وعده میدن ولی به وعده هاشون هیچ وقت عمل نکردن و نمی کنن. بله ممنونم از شما قدرت الله از اهواز. اما یک بیننده دیگر هم از اهواز همراه ماست روی خط تلفن. علی سلام به شما، بفرمایید. علی از اهواز سلام. بله سلام، بفرمایید. سلام باشید. سلامت باشید.
شما فکر میکنید مسئولیت رسیدگی به آلودگی هوا با کیه؟ با دولت. کسی از دولت مسئول این موضوع بزرگ نیست. این هوای آلوده از سال 84 وارد خوزستان شده. بله. و بیماری های ریوی، گوارشی برای کودکان، بزرگسالان، حتی جوانان رو بیمارستان ها کشونده. خب شما فکر میکنید چرا دولت تا کنون اونجور که باید رسیدگی نکرده به این مسئله؟ چرا متوقف نمیشه؟ چرا همجور که اون دوستمون گفتن بیشتر از 8 سال الان این مشکل وجود داره، مشکل گرد و غبار، اما کاری انجام نشده دربارش، اینجور که ایشون گفتن؟ ما اول از این منبع موفق شنیدیم که دولت اومده یه مقدار پول داده به سپاه پاسداران، رفتن درختکاری انجام دادن لب مردا، اون دست مرد عراق، ولی هیچ هوا عوض نشده، بازم خیلی افتضاح شده. تازه بیشتر هم گرد و غبار بیشتر وارد خوزستان شده، مردم اصلا مریض شدن. به خدا ما بیشتر از مثلا یک هفته گرد و غبار داریم تو شهر اهواز، گرد و غبار شدید، بیماری های ریوی، مریضی، حتی خیلی ها نمیرن سر کلاس ها یا سر کار، نمیتونن برن. بله، ممنونم از تماس شما علی از اهواز. یک تلفن دیگه هم پاسخ بدیم. هما از تهران. خانم هما سلام. علی درود بر شما. خواهش میکنم بفرمایید، شما نظرتون رو بفرمایید. متشکرم. بله، اگه یادتون باشه برنامه قبلی همین روی خط که در مورد آلودگی هوا بود، یک نفر اومد روی در مورد آلودگی تهران صحبت کرد که از شمال به تهران کوچ کرده بود. به خاطر همین آلودگی هوا و ترافیک مجبور شده بود برگرده شمال. من هما همسر همیشون هستم، اون آقایی که تماس گرفته بود. بله. الان هم خوشبختی برگشت. اما من برمیگردم به آقای دکتر حمید عربزاده که همراه ما هستن. آقای عربزاده، شما هم نظرات بعضی از مردم رو شنیدید درباره مخصوصا گرد و غباری که در غرب ایران وجود داره. حالا صحبت از این بود که یه کارایی انجام شده، اما این کارها چرا به نتیجه نرسیده؟ البته با توجه به اینکه مسئله آلودگی هوا به خصوص این مورد وجود گرد و غبار، کشورهای دیگه هم دخیل هستن در موضوع. بله، ببینید، اصلا کشورهای دیگه شرایط اقلیمیشون، شرایط آب و هواییشون تغییرات چندانی شاید نکرده باشه. چیزی که تغییر کرده در ایران هست به دلایل مختلف. اول از همه همون دو هموطن عزیز از اهواز گفتن، وقتی که دولت و حکومت اصلا مشغلش مسائل مردم نیست و مسائل دیگر هست، به این مسائل نمیرسه. و این هم که صحبتهایی که میکنن، به اصطلاح مصاحبه های مطبوعاتی که میشود که این کارو کرد که اون کارو کرد. مثلا در خبرها بود که سوریه مثلا 500 میلیون دلار قول داده که این کارو بکنه. سوریه اصلا کیانش الان بر بی ثبات هست. یا عراق، به هر حال از دولت هایی که دوستن دست نشاندن یه ورقه بگیرن این حرفا رو بزنن. درون ایران هم اصلا چیز خاصی انجام نمیشه، فقط حرفه. شما در همین برنامه‌های صدای آمریکا راجع به دریاچه ارومیه ما چندین بار صحبت کردیم و حتی در دولت هم این صحبت شد، ولی فقط موضوع بدتر شده. یعنی متاسفانه یک واقعیت هست که وقتی مردم هیچ سهمی ندارن، که هیچ جهت کوچکترین حقی هم در اداره امور کشور ندارن، مسائل محیط زیست هم به این صورت میشه که بحرانی میشه. که مسائل محیط زیست در ایران، همین که بارها خدمت شما و بینندگان برنامه های صدای آمریکا عرض کردم، از موضوع لوکس و نمیدونم در خارج و غرب محیط زیست مسائل اینجوری است، گذشته مسائل اصلی مردم شده. ببینید در تهران، همین اهواز که میگن، تبریز، اصلا رشد مرگ و میر به خاطر آلودگی هوا بالا رفته. موضوع گرد و خاکی که از عراق یا از عربستان بوده، اینا همیشه بوده، ولی این رشد به اصطلاح کاهش بیرویه جنگل ها، زمین ها رو اختصاص دادن به نهادهای دولتی، حالا برای هر کار خصوصی یا غیر خصوصی یا منفعتی و دیگر، این است که اینام فقط یک سری حرفه. بله. و این 30 ساله هیچ کار اساسی که نشده، هیچی اتفاقا کارهایی که شده عمدتا ضرر زده. آقای عربزاده، بله، شما فکر میکنید دلیلش چیه؟ یعنی چقدر از اولویت برخوردار نیست این مسئله براشون، یا چه دلیلی وجود داره که دولت به این مسئله که اینقدر همینجور که شما میفرمایید اهمیت داره در زندگی مردم، اونجور که باید توجه نمیکنه؟
شما ببینید اصلا مسئله نیرو، انرژی، اتکا، ببینید همه چیزی محدود هست. غیر از موضوع اصلی که علت العلل همه اینها هست که وقتی که دموکراسی به هیچ وجه وجود نداشته باشه، این مسئله محیط زیست رو من در این باره بارها صحبت کردم، مسئله محیط زیست، حمایت از کارگران، هوای پاک، آب پاک و اینها در کشورهایی که دموکراسی در اونها وجود نداره نیست و نمیتواند بشود. همینطور که در چین الان بحران زیادی وجود داره، باید شهروندها حق داشته باشن. برای همین هم از کشورهای غربی به مراتب پیشرفته ترن، چون شهروندانشون از این موضوع به اصطلاح از حق خودشون دفاع کردن، این موضوع رو موضوع حاکمیت ها کردن در دهه 70 و 80 میلادی، برای همین پیشرفت کردن و شهرهاشون با اینکه مشکلات هنوز هست بسیار در این مورد پیشرفت زیادی دارن. هر چه که در کشورها حق مردم، حق دموکراتیک مردم، حق شهروندیشون کمتر باشه، این یک تناسب کاملا مستقیم با اون داره که به اصطلاح ضریب منفی داره. و بعد هم اصلا اولویت می‌بینیم مسائل دیگر است که شما در برنامه‌های سیاسی به اون می‌پردازید، منتها وقتی به لحاظ فنی و علمی به این موضوع نگاه می‌کنین می‌بینیم که دقیقاً اتفاقا موضوع یک موضوع سیاسی هست. یعنی غیر از عدم مدیریت، غیر از اینکه اونایی که واقعا صلاحیت دارن نمیتونن تو کار باشن، فقط و فقط یه سری حرف‌ها، حتی کارها هم نه، حرف‌های روبنایی زده میشه. چرا ایران باید سهمش در تولید گازهای گلخانه‌ای چندین برابر جمعیتش باشه؟ اینا واقعیتایی هست که غیر قابل انکاره و اگرم صحبتی هم میشه، معاونتی هم هست در مورد محیط زیست، فقط و فقط یک ویترین هست و متاسفانه هیچ چیز دیگری نیست و شهروندان ایرانی بهای این رو برن با جان و سلامت خودشون میدن. بله ممنونم، با شما با صحبت خواهیم کرد. تلفن علی از تهران رو پاسخ میدیم. سلام به شما، بفرمایید که فکر میکنید مسئولیت رسیدگی به آلودگی هوا با کیه؟ بله بفرمایید. الو. بله ما صدای شما رو میشنویم. با سلام خدمت شما، من از این بخواست میکنم یه مقدار اطلاعات خودتون رو ببرید بالا، چون هم در برنامه قبلی روی خط زمار آرودی هوا هم در این برنامه شما رو با سریاله تن سال میزنم و هرچی دلشون بخواد میگن آبروی شما و شبکه رو میبرن. بله به هر حال کسانی که روی خط میان آدمای مختلف هستن، تماس میگیرن و از اینجور مسائل پیش میاد که حالا نظرهای غیر از اون چیزی که ما داریم در برنامه صحبت میکنیم میدن، اما خب ما به محض اینکه متوجه بشیم اجازه میدیم که وقت و یعنی اجازه نمیدیم وقت برنامه گرفته بشه، اما نظر شما رو بشنویم. بفرمایید. او بله این تلفن قطع شده، ایشون ظاهرا نظر دیگه ای ندادن. اما ما به هر حال گرد و مسئله آلودگی هوا مسلماً تنها مختص به مسئله ایران نیست و این یکی از مشکلاتیه که کشورهای بزرگ صنعتی و نیمه صنعتی هم با اون روبرو دارن. اینجا در آمریکا در شهر واشنگتن دی سی از مردم پرسیدیم که به نظر شما رسیدگی به وضعیت آلودگی هوا مسئولیت دولت یا شهروندان و برای کاهش آلودگی هوا چه باید کرد. با هم ببینیم و بشنویم پاسخهای شهروندان آمریکایی رو به این سوالات. به نظر شما کنترل کردن آلودگی هوا وظیفه دولت یا شهروندان؟ این وظیفه شهروندانه تا به دولت بگن که آلودگی هوا باید کنترل بشه. آلودگی محیط زیست یکی از مشکلات جدی کشور ماست. فکر میکنید بهترین راه برای مقابله با این مشکل چیه؟ مردم رو باید بسیج کرد تا در این مورد گفتگو بشه. سازماندهی، اقدام و آموزش. در اصل وظیفه شهروندان و دولت باید اطاعت کنند. مردم میتونن تلاش کنن و دولت میتونه به این تلاش کمک کنه. هر دو. تا زمانی که هر کدوم از ما قدمی برنداره مشکل حل نمیشه. ممکنه دولت مقررات و دستورالعمل‌هایی رو وضع کنه، ولی تا زمانی که ما مشارکت نکنیم مشکل حل نمیشه. فکر میکنم آموزش خیلی مهمه تا مردم با دلایل اصلی آلودگی در جهان آشنا بشن و همینطور ما شهروندان هم بدونیم تا چه قدم‌هایی رو برداریم که به حل این مشکل کمک کنیم و جامعه بهتری داشته باشه. بدون شک دولت باید نقش داشته باشه تا مردم بدونن که کی شاخص‌ها و مقررات رو تعیین و اجرا می‌کنه.
on what the limits should be and who's enforcing the rules and that sort of thing. So بهتر مردم هم باید تعیین کنن که کدوم مقررات درسته و کدوم نیست و دولت کجا باید شدت عمل نشون بده. باید از تغییرات ساده و مؤثر شروع کرد و اونها رو به طور مرتب به اجرا در آورد. ساده ترین راه برای شروع وضع مقررات و استانداردهایی برای خودروهاست. مثلا مصرف سوخت، حجم موتور، اگزوز، مالیات و غیره. بله آقای دکتر حمید عربزاده همراه ما هستن، کارشناس محیط زیست. آقای عربزاده، شما حتما شنیدید که شهروندان آمریکایی، برخی از این شهروندان چی گفتن؟ مثلا اشاره کرده بودن به این که علاوه بر این که حالا مسئولیت دولت هست، اما مردم هم باید مشارکت داشته باشن. به نوعی نظر شما در این باره چیه؟ دقیقاً اتفاقاً این من ببینم که اثبات حرفی که خدمتتون زدم و به خدمت بینندگان. ببینید، کشوری که درش دموکراسی وجود داره، مردم دیدن، با تجربه خودشون دیدن، خودشون و انجیو ها، نهادهای غیر دولتی چقدر مثمر ثمر بودند که این رو مسئله روز کردن اواخر دهه 60 و حالا اثراتش رو میبینن و حالا برای پیشرفت در اینکه محیط زیست رو همواره حفظ بکنن و اگر آلودگی هم هست جلوش رو بگیرن، بازم تکه همشون به حق شهروندیشون است. برای اینکه در قانون اساسی آمریکا هم حق اینکه مردم زندگی آباد و آزاد و شاد داشته باشن رو اونجا تضمین کرده، به همین دلیل میبینیم. ولی در ایران مردم دیگه چه بکنن؟ دارن با جان خودشون بهای آلودگی هوا رو میدن، چیزی که حتی نهادهای دولتی در ایران اعلام کردن و این غیر قابل انکار. اینه که بسیار به نظر من این حرف شهروندان آمریکایی درست مسئله رو ثابت میکنه. درسته، شما البته یه اشاره کوتاه کردین، ولی برای اینکه مشخص تر بشه، به هر حال با شرایطی که الان تو ایران وجود داره، فکر میکنید که مردم و نهادهای مردمی باید چیکار بکنن تا بتونن حداقل به بخشی از خواسته هایی که در این زمینه دارن برسن، یا دولت رو به اصطلاح مجبور به پاسخگویی بکنن؟ بله، ببینید، چند سال پیش مثلا مردم گفتن اسراف نکنید، مصرف نکنید، در صورتی که مسئله مصرف در ایران برای شاید 80-90% مردم ایران که از پایین ترین حد اصطلاح استفاده از حتی غذا و پوشاک برخوردار نیستن، اصلا مسئله بیهوده است. یعنی مردم ایران درسته که باید تا اونجا که میتوانند در موارد محیط زیست کمک کنن، ولی چه بکنن وقتی کسی که مجبوره برای امرار معاش بیاد از خونه بیرون، و اگر اتومبیلی داره که 40 سال قدیمیه، برای اینکه شکم زن و بچه‌شو سیر بکنه چه کار میتواند بکند؟ این هست که به طور 100% مسائل نهادهای حکومتی هست که دست داره. به نظر من مردم ایران اتفاقا آگاهی بسیار بالایی دارن، حتی در منطقه این ثابت شده، ولی بدون حق شهروندی مسائل محیط زیست در ایران به هیچ وجه حل نمیشه و متاسفم که بگم هر چقدر که باز میگذره مسائل داره بدتر میشه و میبینیم اونهایی که شهروندانی هستن که واقعا میخوان برای مورد کاری بکنن هم در تلفن ها و ایمیل هاشون هست، میبینید که چه میگویند. و اینو وقتی شما نگاه میکنید که شهروند آمریکایی چه میگوید، اون وقت مشخص میشه. واقعا به نظر من مردم ایران بسیار در این مورد آگاه هست. بله، اما ببینیم که دو تا بیننده دیگه هم روی خط هستن. مهران از انگلیس، سلام به شما، میشنویم نظر شما رو در مورد اینکه حالا چه کسی پاسخگوست، و البته شما بفرمایید نظرتو درباره اینکه مسئولیت مردم و نهادهای مردمی چیه. با سلام خدمت شما خانم ندیری و مهمان گرامی جناب آقای عربزاده. عرض حضور منورتون، من چون خودم بچه آبادان هستم و این گرد و غبار رو از نزدیک لمس کردم، یه سری توضیحات میخوام بدم. اول اینکه شما میگید مسئولیت، خب طبق صحبتایی که آقای دکتر فرمودن، واقعا دولت جمهوری اسلامی ایران مسئولیتی در هیچ زمینه نه این مورد نداره. من یه پدر 76 ساله دارم الان توی آبادان، روزایی که خاک میشه، هوا گرمه، با 50 درجه گرمای آبادان اکسیژن بهشون وصل میکنن که بتونه تنفس کنه. حالا چه خاصی که کودکان یا کسای دیگه که میخوان از خونه بیرون بیان، که مشکلاتی که گفتن چند بیننده دیگه هم از اهواز گفتن، واقعا مشکلات ریوی، مشکلات تنفسی ایجاد شده. حالا جالب اینه، من خودم قبل از انقلاب و یادمه، اون 42 سال سن دارم، بعد از انقلاب، حالا زمان جنگ که ما نبودیم، بعد که برگشتیم، اونم یادمه، واقعا همچی خاکی نمیشد. این خاک یه چیز عجیبیه، این گرد و غبار که الان میبینید که تا خود تهران، حتی شهرهای مثل بروجرد رو هم دربر گرفته و مشکلات تنفسی برای اون قسمت از ایران زمین هم ایجاد کرده.
و این واقعا یک چیز الان میشه گفت حالت ملی پیدا کرده. و این هم که میگن کشورهای دیگه قرار بوده پول بدن کاری کنن، هیچ کاری انجام نشده. شاید قبلا در زمان اعلیحضرت این کار انجام میشده، پولی میدادن. اون سهاری عربستان و عراق به وسیله نفت سیاه دارم پوشیده میشده و این خاک بلند نمیشد. من دقیقا یاد بچه که بودیم میگفتن مثلا امروز هوا هیزه، یه گرد و غبار خیلی خفیفی میومد. الان اینجور نیست، الان اگه ماسک نزنی نمیتونی بیای بیرون. یعنی اصلا یه چیز عجیب غریبی شده خانم ندیری. و واقعا نه دولت و نه هیچ نهادی دیگه پاسخگو نیستن. مردم هم کاری نمیتونن بکنن. شما نگاه بکنید، مردم برای نون روزانهشون مشکل دارن، مردم برای الان برای همه چیز مشکل دارن. این که دیگه یه منطقه واقعا یه مشکل میکنم فرا منطقه‌ای، یعنی ما انتظار نداریم مردم آبادان یه اهواز بلند شن بیان برن مثلا با دولت عربستان مذاکره کنن که آقا بیا این سهاری رو مثلا بیارن. این مشکل واقعا مشکل بین الملل و دولت ایرانه. بله. و دولت ایران هم که مشاغل مشکلات خودش داره. حالا من زیاد نمیخوام طولانیش برم، طبق گفته آقای دکتر عمرن فکر نمیکنم دولت ایران بتونه الان این مشکل رو حل کنه. و این هر سال هست، من الان 2 سال از ایران اومدم بیرون، هر سال هست و من به عینه دیدم طوری که اصلا رانندگی دیگه نمیتونی کنی. شما ماشینتو میزنی کنار وای میسی چون جلوتو نمیبینی، 5 متری تو نمیبینی از خاک. اینجوریه، به این چک خاک میاد. این نه شما فکر نکنید یه چیزی شبیه مه میاد و اینا، نه اینجوری نیست. خدا شاهد بعضی روزا اصلا نفس بالا نمیاد. بله. من امیدوارم این حل بشه، امیدوارم به هر طرفی که هست، چون واقعا تابستون رو جهنم کرده در خوزستان، مخصوصا خوزستان و شهرهای غربی. امیدوارم حل بشه. من یه چیز دیگه نه. ممنونم از تماس شما. مردم. خواهش میکنم. مردم امیدوارم. اما یک تماس دیگه تلفنی هم داریم، مرتضی از نیشابور. سلام مرتضی، ما میشنویم صدای شما رو، بفرمایید. سلام خانم ندیر. سلام، بفرمایید. خانم ندیر، من حدود 15 روز متأسفانه جلوی وطن کردم، اومدم تهران. واقعا هوا خیلی آلوده است، ساعت اوج ترافیک واقعا نمیشه بیای بیرون. یه مقداری از مردم باید مراقبت کنن، تاکسی سرنشین نیان. اما یه سوال مهم که داشتم از شما میخواستم بپرسم، چرا مجریان برنامه با کوچکترین اشتباهی که تو برنامه انجام میشه حذف میشه؟ ما الان مدتی خانم آرامیدو آقای بغالور نمیبینیم و یه چیزی دادن. من خواهش میکنم که شما درباره موضوع برنامه لطفا صحبت کنید. اگر مسئله دیگه دارید میتونید ایمیل بزنید با مسئولان صدای آمریکا، همه برنامه هم ایمیل دارن، میتونید صحبت بکنید. اگه درباره مسئله آلودگی هوا حرفی دارید که بفرمایید، اگه نه بحثمون ادامه میدیم با مهمان برنامه. آلودگی هوا خیلی مهمه، اما از اون بیشتر آلودگی فکری که تو بینه بزنین. نظرتون رو حتما مسئولان برنامه ها میخونن و ترتیب اثر هم خواهند داد. اما بحثمون ادامه میدیم با آقای حمید عربزاده. آقای عربزاده، به هر حال این دوستمون بینندمون که تماس گرفته بودن از انگلیس بودن، اما ظاهرا تازه اومدن از ایران تو آبادان، به هر حال برای این درباره آلودگی گرد و غبار در شهرهای غربی و حالا اینجور که ایشون گفت گسترش پیدا کرده به خیلی شهرهای دیگه، چرا تو سالهای اخیر اینجور که گفتن بیشتر شده این آلودگی گرد و غبار؟ بله، ببینید، یه مقداریش که این گرد و غبار به تهران و مناطق مرکزی ایران، همونجوری که گفتن، به اصطلاح به شرق خوزستان از بروجرد شروع میشه و میره، و اتفاقا این به یه حدودی حتی عجیب هست، برای اینکه در یه مسیر وسیع از این هوا و گرد و غبار رشکوهای زاگرس و اینا هست که طبیعتاً جلوی اینا رو میگیره. اینا یه مقداریش به خاطر هم شدت اصل موضوع هست و هم مسائل دیگه که گفتم، نمیدونم، جنگل زدایی بی رویه که بیابان افزایی شده، مسائل کشاورزی، آبیاری، خشک شدن خیلی از تالاب ها، از این حرفایی که مسائل تکنیکی کار است و شما در برنامه‌تون هم بهش اشاره کردید. یه موضوع دیگه هم این هست که اون مسائلی که در به اصطلاح خارج از ایران، حالا سهاری عربستان همونطور که اون بیننده محترم از انگلستان گفتن و یا عراق و اینها هست. ببینید، خود اون کشورها، مثلا عراق که یکی از کشورهایی است که در این مورد در مورد ایران خب وضع اقلیمیش بسیار اثر میذاره، خودش دوچار یک حکومتی هست که باز همونم دل مشغله‌اش و مشغولیش اصلا مسئله مردمش نیست. به همین دلیل حتی صحبت شده که سوریه هم این مشکلات رو داره و اون کنترل هایی که بر زمین های دوروبر چاهای نفتی در قدیم بوده، حالا باز اون بیننده گفتن راجع به این که
به اصطلاح یا مالچ پاشیده بشه یا یه سری مواد که به اصطلاح مشتقات مواد نفتی هست جلوی پیشروی ماسه ها و شن رو اینا رو بگیرن، اینا هم که انجام نمیشه. یعنی در سطح منطقه عدم مدیریت وجود داره و اون مقداریش هم که به ایران برمیگرده باز وجود داره. و ببینید موضوع گرد و خاک بسیار موضوع مهمی هست، اما چیزی که اون رو حتی بدتر میکنه آلودگی های شیمیایی و سمی و سر و تمام اینها هست. کارخانه ها، سوخت های ناسالم، عدم پالایش درست، پالایشگاهایی که 40-50 سال از تکنولوژی عقب هستند و اینها باعث میشن که بعضی از این مواد سمعی به اصطلاح میچسبن به ذرات معلق گرد و خاک مثل سلفور و سلفاید و اینها، و این که این اثرشون حتی بیشتر میشه. یعنی خود گرد و خاک بسیار خطرناکه ولی بسیار بدتر میشه وقتی مواد شیمیایی است. اینه که موضوع به لحاظ تکنیکی خب موضوع وسیعی هست، ولی باز همه اینا برمیگرده به اون مسائلی که صحبت کردیم و کاش که میشد که در منطقه تمامی مسائل رو با هم نگاه میکردن. ولی خب ببینیم که وضعی هست که از هر باری هم که با هم صحبت میکنیم منتها بحرانی تر میشه. حتی میگم آماری که عرض کردم از خود ایران و وزارت بهداشت و اینا میاد، مرگ و میر به خاطر آلودگی محیط زیست اصلا چیزی که در جاهای دیگه دنیا بسیار سخت اصلا میشود دید و در ایران متاسفانه حالت اپیدمی پیدا کرده. بله آقای عربزاده، شما اشاره کردید به همکاری‌های منطقه‌ای و به هر حال کشورهای مختلفی که در این زمینه دخیل هستن مسئله دارند باهاش، اما اینکه چرا تا حالا نتونستن به یه توافقی برسن و حالا به توافق هم نرسیدن به دلایلی که باز شما در یک بخشی اشاره کردید، مسئله که الان سوریه داره خودش درگیره، تو عراق همینطور، اما به هر حال با این شرایط ایران باید چه کار بکنه؟ آیا باید متکی باشه به این همکاری‌های منطقه‌ای یا کمک بین‌المللی چطور میتونه بگیره؟ خودش باید چه کار بکنه؟ باز عرض کردم ببینید به نظر من با اینکه این موضوع تأسف‌باری هست، این مسئله این نیست که بدون مشارکت وسیع مردم حل کرد. حتی اگر مثلا الان اشاره شد که مردم تک سرنشین نن، حالا بگیم که اصلا موضوع این هست که مردم تک سرنشین بودن اومدنشون به خاطر عدم آموزشه، که من البته به این موضوع معتقد نیستم. به نظر من مردم شهرهای بزرگ ایران و به خصوص تهران به این موضوع اشراف کامل دارن، ولی امکان دیگه ای ندارن. مثلا گفته میشه در یک به اصطلاح کنفرانس مطبوعاتی که اتوبوس‌های شهری عوض میشه، ولی در کل وسایل نقلیه جمعی در تهران و شهرهای بزرگ بسیار کمه. و عرض کنم حضورتون این که به خاطر وضع بد اقتصادی اتومبیل‌ها و خودروها نوتر نیستن. بعد این است که ببینید مردم تنها موقعی میتونن کار بکنن و دولت تنها موقعی میتونه کار بکنه که دولتی باشه دموکراتیک. یعنی این صحبت رو هی تکرار میکنیم ولی باید این رو تکرار کرد. مطمئن باشید که در کشورهایی که حق مردم به حق شهروندی اونها زیر پا گذاشته میشه، متاسفانه من این رو میگم، حل نخواهد شد. و درسته که موضوع کار بنده تکنیکی و علمی است، ولی اینم باز به ما ثابت شده در کشورهایی میشود این کارها رو کرد که مردم حق مشارکت دارن. ببینید در مورد آب تهران که صحبت میکردیم گفتن این مسئله سیاسیه، کسی که حتی از درون خود دولت گفته بود که این موضوع هست. این است که نمیشود در کشورهای دیگر هم عرض کردم چین که اقتصاد بسیار بزرگی داره مشکلاتی که در این زمینه داره رو نمیتونه حل بکنه، چون وقتی که حق مشارکت مردم میاد باز حقوق دموکراتیک در اونها وجود نداره. حالا براز تکنیکی میشود خیلی صحبت کرد در منطقه چگونه میشود با دولت سوریه و عراق میشود کار کرد که خب اونها هیچ کدومشون به حق شهروندی مردمشون معتقد نیستن. مثلا مسئله اصلی نیست، مسئله اصلی بقا و مسائل دیگر سیاسی است. چگونه میشود که اصلا امکاناتی در این مورد گذاشت؟ به همین دلیل نهادهای بین‌المللی هم خیلی کم کاری از دستشون برمیاد. برای که به نظر من مسئله آموزش در ایران واقعا مردم به خاطر اینترنت، به خاطر سوادشون، فهم و شعور هوش ایرانی بسیار پیشرفته است. بله ممنونم آقای عربزاده. به هر حال ما بحث رو ادامه خواهیم داد با بینندگانمون درباره آلودگی هوا. تشکر میکنم از اینکه ما رو در برنامه روی خط حضور داشتید، آقای دکتر حمید عربزاده کارشناس محیط زیست. متشکرم. تشکر از شما. خواهش میکنم. بله اما ناصر از آمریکا از همینجا با ما تماس گرفته. سلام به شما، بفرمایید.
خانم من سلام عرض میکنم. من در جای از امریکا هستم یا در پنسیلوانیا که واقعا مثل بهشته. ببینید و اون آلودگی ها اونجور چیزها اصلا از فکر خارجه. در ایران مسائل فرق میکنه، مسئله مردم اصلا نیست، مسئله همه چیز رنگ سیاسی و بوی سیاسی داره. من رفتم اونجا سر زدم در نهایت قلب کشور که به قول معروف خونه من هست، رادگاه من هست، در خرم‌آباد، بروجرد، اینجور جاها. این خاک بیداد میکنه. در ایلام که اصلا صحبتشو نفهمند و همینطور همکارات و دوستانی که از اهواز و اونجور جاها زنگ زدن، واقعا وحشتناکه. این مخارجی که ایران در سوریه و افغانستان و عراق و چه میدونم ونزوئلا و اینجور جاها میکنه که رأی اینا رو در مجامع بین المللی میخره، اگر اینو صرف حفظ محیط زیست میکرد اینجور نمیشد. الان مسئله ما دزدی های میلیونی و اینجور چیزها نیست. سران حکومت در سطح میلیاردی دارن مخارجی رو میکنن که حفظ بقای اینها میشه. یعنی من تمام صحبت های این میهمون عزیز سناق عرب زاده واقعا به جا و واقعا جالبه، واقعا یعنی جایی برای صحبت کردن ماها نمیذاره، ولی فقط ما میتونیم یه گزارشی بدیم که این خاک هر وقت که میاد وحشتناکه و واقعا صدمه میزنه به مردم، به بچه ها، به بزرگ ها، به بیماران. واقعا فقط ما میتونیم اینو بگیم، ولی که ریشه شناسیش و درد شناسیش رو مهمون عزیزتون بسیار به جا فرمودن و گزارشاتی که مردم ما میدن واقعا اصلا هیچی نیست در مقابل اون چی که شما به چشم ببینید و در اون محل باشید. بله ممنونم از تماس شما ناصر از آمریکا، خواهش میکنم. یک تلفن دیگه هم داریم، حمید از عراق، صدای شما رو میشنویم. شما ظاهرا جایی هستید که گرد و غبار از اونجا وارد ایران میشه، اونجا وضعیت چطوره؟ بله سلام عرض میکنم. خواهش میکنم. سلامت باش. عرض به حضورتون، من قبلا که الان یه مدتی تو عراق دارم کار میکنم، این موضوع تو یعنی تو کشور خودمون ایران که لمس کردم، الان هم که اومدم حالا اینجا هم لمس میکنم، برام جالب بود. یعنی یه جوری تو ایران صحبت میکردن انگار که مشکل واقعا از طرف عراق و بعضی کشورهای دیگه مثل عربستانه. من تو اومدم اینجا پرسجو کردم چون برام جالب بود، گفتم اینجا دیدم همین گرد و خاک و به شدت، یعنی خیلی مردم اینجا معذب هستن. یعنی اصلا اونا هم یعنی رأیشون اینه، قبل از سال 93 و اینا، قبل 93 اینا این صورت نبوده. یعنی تازگی ها همون جور که ما گلایه داریم، ما منظور همین طرف ایران، ما گلایه اونا هم گلایه داریم. یعنی ده دوازده سالی اوج کرده این موضوع. بله شما میدونید که حساسیت دولت عراق نسبت به این مسئله چطوره، چقدر اونا اهمیت میدن به این موضوع و میخوان که جلوگیری بکنن یا کنترلش بکنن؟ در این مورد باید عرض کنم، اونا هم دقیقا مثل کشور ما فقط اعلام میکنن مثلا امروز هوا به شدت گرد و خاک میشه و مواظب خودتون باشید، توصیه های خیلی ساده ماست بزنید از این اصلا. یعنی من اصلا های دکتر خیلی قبول دارم، منتها این قسمتش، یعنی راجب گرد و خاک صحبت کنم واقعا به مردم دیگه نباید بگید، اصلا رفت داره. یعنی این باید ریشیابی بشه، مطالعه بشه، مثل قبلا چرا اینجوری نبوده، آیا واقعا جبه هم خورده یا اقلیم تغییر کرده. یعنی منظورم اینه باید خیلی ریشیابی بشه، به دقت باید مطالعه بشه این موضوع. من خودم اینو تو کشور خودمون که بودم، یه باغ کوچیکی داریم، درختای آلوبالوی ما یعنی تمام برگاشون ریخت، اینو به چشم خودم دیدم. بعد یه مهندس باغبان آوردم گفت تاثیر همون خاکای ریزه که روزنهای برگا رو گرفته. اینو من خودم اونجا لمس کردم. یعنی احساس میکنم این باید حتما خیلی دقیق باید ریشه‌یابی و مطالعه بشه. واقعا در این مورد آلودگی دود و اینجور چیزا رو عرض نمی‌کنم، ولی در مورد این خاک باید ریشه‌یابی بشه. واقعا مردم معذب اینجا دقیقا همینه، همین موضوعی که توی ایران مردم سر در نمیان، این از کجا اومده؟ ممنونم از تماس شما. حمید از عراق بود. اما کوروش صحتی همکارم گزارشی رو آماده کرده از وضعیت آلودگی هوا ناشی از گرد و غبار در شهرهای غربی ایران، با هم ببینیم. ساکنین مناطق غربی و جنوب غربی ایران باید خود را بار دیگر برای گرد و خاکی که از کشور همسایه می آید آماده کنند. سازمان هواشناسی ایران امروز اعلام کرد که شرایط تشکیل گرد و خاک در کشور عراق در روز سه‌شنبه مهیا است و بنابراین از فردا تا آخر هفته در مناطق غرب و جنوب غرب پدیده گرد و خاک دور از انتظار نیست.
چند سالی است که معضل آلودگی هوا و ریزگردهای عربی در ایران تبدیل به یک بحران شده است. چندی پیش و در اواخر فروردین ماه، گرد و غبار علاوه بر نوار غربی ایران که سبب تعطیلی مدارس، ادارات و فرودگاه‌ها در چندین استان کشور شد، استان‌های تهران، زنجان، همدان و مرکزی را نیز در بر گرفت. گرد و غبار در استان تهران حتی دید افقی را به 2 کیلومتر کاهش داد و میزان آلودگی هوا در چند استان ایران به چندین برابر میزان مجاز رسید. دلیل اصلی بروز پدیده گرد و غبار در ایران متوقف شدن پروژه بیابان‌زدایی از سوی کشور عراق عنوان شده است، مشکلی که زندگی را در 5 سال اخیر به کام مردم ایران تلخ کرده است. مسئولان ایران از جمله مسئول کمیته پیگیری حل مشکل ریزگردها در مجلس شورای اسلامی ایران گفته است که در صورت اجرای پروژه بیابان‌زدایی و مارچ پاشی در کشور عراق به طور حتم 90% این پدیده مخرب از بین می رود. شبیب جویجری در گفتگو با مهر اظهار داشته است قرار است عملیات بیابان‌زدایی در کشور عراق با اعتباری بالغ بر 1 میلیارد دلار از سوی ایران و البته با آموزش کارشناسان عراقی صورت گیرد که انتظار می رود مشکل بروز این پدیده حل شود. تداوم پدیده خشکسالی در کشور عراق و عدم وجود دولتی متمرکز برای مبارزه با بیابانهای در حال رشد در این کشور و از سوی دیگر وجود سدهای فراوان کشور ترکیه بر روی رودخانه دجله و فرات، کشاورزی و عرصه‌های طبیعی عراق را نابود کرده و بیابانهای این کشور را افزایش داده است. این امر یکی از دلایل هجوم گرد و غبار از بیابانهای عراق به ایران است. چندی پیش محمود احمدی نژاد در کنفرانس خبری خود با خبرنگاران از حل این مشکل و بستن قراردادی جدید با دولت عراق در این ارتباط سخن راند، اما طبق گفته سازمان هواشناسی ایران فعلا ساکنین مناطق غربی و جنوب غربی ایران باید خود را برای گرد و غبار فردا آماده کنند. گزارش صدای آمریکا، واشنگتن دی سی. خب و در این قسمت برنامه باز هم همراه هستیم با ماندانا تدیون با پاسخهای شما به سوال ما در فیسبوک و همینطور در وبلاگ برنامه روی خط. بله مهشید، اون نظرسنجی که بخش اول در موردش صحبت کردیم همینطور بیننده ها دارن نظر میدن، هنوزم همون نسبت، یعنی 2/3 بیننده ها نظرشون این هستش که این مسئولیت بیشتر بر عهده دولت هست، 1/3 نظرشون هست که بر عهده همه مردم، نهادها و دولت، و گزینه شهروندان و در واقع سازمان های غیر دولتی رو به تنهایی هیچ کسی انتخاب نکرده. اما از نظراتی که داریم توی فیسبوک، بیننده به نام بامداد در مورد این بحث نوشته که صنایع و کارخانه داران حومه شهر بیشتر از همه در این مشکل مسئول هستند، چون هر روز با وارد کردن مقدار زیادی دود و آلودگی باعث آلودگی هوا و البته محیط زیست میشن. و در ادامه بامداد نوشته که در ضمن مردم هم در این قضیه مسئول هستند و باید توجه بیشتری داشته باشن و کمک اونها در این زمینه میتونه سهم موثری داشته باشه. از ایمیل هایی که داشتیم، مهدی از تهران توی ایمیلش نوشته که امروز هر کاری با بکارگیری علوم مربوطه انجام میگیره، ولی در ایران مانند مابقی مسائل علم جلوگیری از آلودگی هوا وجود نداره و حکومت هم براش مهم نیست که هوا آلوده باشه یا نباشه و بیشتر سرمایه ملت رو خرج مسائل دیگر میکنه. ایمیل دیگری داشتیم از بیننده به نام محمد رضا از تهران. محمد رضا نوشته که آلودگی هوا یک مشکل جهانیه، اما در ایران بنزین غیر استاندارد، برداشتن کاتالیزور از داخل اگزوز اتومبیل ها و برداشتن قطعه کانیستر از داخل موتور اتومبیل موجب آلودگی بیشتر هوا میشه. و در آخر میخواستم یک سوالی کردیم همین چند دقیقه پیش که چه اثری روی زندگی شما داره به عنوان بیننده هایی که به عنوان کسی که در ایران زندگی میکنین. و بیننده ای فکر میکنم به نام باقرزاده نوشتن که سنگینی نفس و سوزش چشم و هزاران مرض جز آثار مادی این مسئله هست و نداشتن یک آسمون تمیز و شبهای بی‌ستاره هم از اثرات منفی معنویش هست. بله، اما فردا شب درباره نوسان قیمت بازار مسکن در ایران و اثرات اون بر زندگی شما صحبت خواهیم کرد. شما میدونید که میتونید با شماره پیامگیر برنامه 202-205-9942 داخلی 92 تماس بگیرید و پیام خودتون رو کمتر از 1 دقیقه برای ما بذارید و همینطور میتونید از طریق وبلاگ با ما در تماس باشید.
برای مشهد آدرس وبلاگ ما هست روی خط.blogspot.com. برای بینندگانی که میخوان برن و نظر بدن، ایمیل و برنامه ما هم هست روی خط@vionews.com که ایمیل های شما هم در برنامه خونده میشه. و البته به فیسبوک ما حتما سری بزنید، facebook.com/voatalk. بله، منتظر نظرات شما هستیم درباره نوسانات قیمت مسکن و تاثیرش بر روی زندگی شما. ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار، تا فردا شب. شبتون بخیر.